جهش ارزی و متقابلا کاهش ارزش پول ملی از نشانه های تشدید بحران اقتصادی و مالی در تمامی کشورهاست. دولت ایران طی روزها و هفته های گذشته با این معضل دست و پنجه نرم می کند و مردم ایران طبعات منفیان را در زندگی و معیشت خود احساس می کنند. به گزارش همکارم سعید بهاری توجه فرمایید. نرخ دلار و سایر ارزهای رایج همچون یورو و پوند در برابر ریال ایران طی روزها و هفته های گذشته جهش قابل توجهی داشته است در تمامی اقتصادها جهش ارزی و کاهش ارزش پول ملی به معنای نشانه هشدار دهنده از بحران اقتصادی آن کشور محسوب می شود. این جهش دو ماه قبل هم به حالت هشدار رسیده بود و ابراهیم رئیسی با برکناری رئیس بانک مرکزی و انتصاب محمد رضا فرزین تلاش کرد به مردم نشان بدهد میخواهد جلوی این جهش ارزی را بگیرد اما دو ماه پس از اینجا به جایی معلوم شد تلاش ها به نتیجه نرسیده است. حالا دیگر مردم و بازاریان انواع و اقسام نامگذاری و نرخگذاری بانک مرکزی ایران برای ارز را تجربه کردند اما فاصله نرخ های اعلامی تا بازار حقیقی در چهار راه استانبول تهران به اندازه فاصله رویای مدیران اقتصادی دولت تا واقعیت ملموس بحران اقتصادی است که بیش از پیش به کوچکتر شدن درآمد مردم و افزایش هزینه های ایشان انجامیده است. در کنار تورم بالای 50 درصدی دولت علیرغم آنکه اوضاع را تحت کنترل توصیف می کند نرخ ارز فقط در یک ماه گذشته بیش از 10 درصد افزایش داشته و از مرز 50 هزار تومان گذشته است هرچند نرخ رسمی همچنان حدود 42 هزار تومان اعلام می شود بازار متشکل سامانه سنا و اسامی و طرحها و سامانه هایی که با پروپاگاندای رسانه های همسو با دولت ایران افتتاح می شوند و خیلی زود به فراموشی سپرده می شوند عملا نتوانستند حتی از سرعت افزایش نرخ ارز بکاهند و کار به جایی رسید که صدای اعتراض مجلس همسو با دولت هم بلند شد اقتصاددانان بر این باورند که مهمترین پیامد منفی این جهش یکباره باره نرخ ارز بی‌ثباتی در اقتصاد و سرازیر شدن نقدینگی به خرید ارز و انباشت آن برای فروش در شرایط گرانتر است اتفاقی که صفهای طولانی منتظران خرید ارز حکایت از وقوع آن دارد اوضاع معیشتی مردم ایران هر روز بدتر می شود و بسیاری از محبین اهل بیت علیهم السلام مجبور شدند به دلیل افزایش نرخ دلار و گران شدن هزینه های سفر زیارتی عتبات از زیارت منصرف شوند آن هم در ایام خاص زیارتی امام حسین علیه السلام ماهای رجب و شعبان آخرین فرصت های کسب و ذخیره رهتوشه های معنوی قبل از ورود به ماه عظیم رمضان است و زیارت حضرت سید و شهده علیه السلام مهمترین عمل در این ماه هاست. اما بسیاری بابت فشارهای اقتصادی مضاعف از این زیارت محروم شدند. سعید بهاری اخبار شیه